اما مردانی که میستن برای کار خداوند، برای اراده خداوند، معمولا تنها هستن. چرا؟ همونطور که مسیح تنها بود. خیلی ها با مسیح بودن، اما همراه بودن، ولی باش هم فکر نبودن. برای همین بود که وقتی مسیح صحبت کرد میگه 70 خورده ای رفتن، رو کرد به اون 12 نفر گفت خب شما هم برید، ولی اونها پتروس در اومد گفت کجا بریم؟ چرا که کلام حیات بخش نزد تو هستش. اونها درک کردن مسیح رو، چون هم با مسیح همراه بودن، به غیر از اسقریوتی هم همفکر بودن. اون با مسیح همراه بود ولی همفکر نبودش. هوشیار باشیم. اگر ما نیکویی های کلیسای مسیح رو فراموش بکنیم و شایعات رو بچسبیم، عذر میخوام، پس پتروس هم تقریبا کار درستی کرد، چون مسیح میدونست که دیر یا زود تحت هیجانات انسانی قرار میگیره پتروس، و میدونست دیر یا زود حملات شریرم هست، روحای شریرم هست که رسولان رو دور خواهد کرد از مسیح، و این کار رو کرد. خودش هم قبلا گفته بود که گرگ حمله میکنه، چوپان رو میزنه و گوسفندان چی میشن؟ پراکنده میشن. پس هوشیار باشید، با هوشیاری بایستید نسبت به کلام خدا، شبانتون، خادمین و کلیسا و رویایی که خداوند به همه ما داده برای ایران.